یاران گرامی، درود بر شما. قسمت بعدی برنامه گفتگوی ما هست با آقای یدالله بلدی، از فعالین با سابقه، پیگیر و همیشه در صحنه می شود گفت برای آزادی، دموکراسی و دفاع از حقوق اولیه و حقوق بشر. آقای بلدی عزیزم، درود شما. درود بر شما. تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. آقای بلدی عزیزم، آقای بلدی عزیز، در رابطه با شهر خودتون هامبورگ، شهری که سالهاست در اونجا سکونت دارید و فعالیت مشغول هستید، چه گزارشی رو در رابطه با بینندگان، شنوندگان و یاران ما به اشتراک میگذارید؟ بفرمایید. با عرض سلام به خدمت یکایک عزیزان، به ویژه دوستانی که در سایت گذار واقعا شبان روز مشغول تلاش هستند تا به هر حال خبرهای ایران رو انعکاس بدن، من سپاسگزارم از یکایک این عزیزان. امروز ما طبق معمول 10 سال گذشته که همواره برنامه گذاشتیم، تظاهرات داشتیم، تظاهرات مادران حامی پارک لارا را برگزار کردیم در مرکز شهر هامبورگ. در شنبه گذشته هم ما به اصطلاح همایش ایرانیان هامبورگ و جمعیت حمایت از مبارزات مردم ایران، تظاهراتی را در 4 محور در شهر هامبورگ به تظاهرات گذاشتند. این 4 محور عبارت بود از: یکی همین مسئله خودسوزی سحر بود، سحر خدایاری بود که ما میدانیم این جوان ایرانی فقط به جرم اینکه مسابقه فوتبال رو میخواسته نگاه کنه و این امکان رو نداشته، به 6 بار زندان محکوم شده بود و بعد ناچار خودش با آتش کشید، چون حاضر نبود زندان بره. احتمال چند روزی زندان را دیده بود و میدونست که در اونجا واقعا قابل تحمل نیست. و ما در این روز به هر حال به یاد ایشان رو بزرگ نگه داشتیم و امیدواریم که این مسئله یک الگویی بشه، نه از نظر خودسوزی بلکه برای جوانان ما که اعتراض کنن به این بیدادی که در مورد زنها وجود داره. مسئله دوم ما حمایت از کارگران هپکو بود که میدانیم سالهاست این کارگران در حال مبارزه هستند و این بار هم به خاطر حقوق معوقه و خواستهایی که داشتن دست به اعتراض زده بودند. مسئله سوم مسئله زندانیان سیاسی بود که الان ما می‌دانیم در چه شرایطی به سر می‌برند. زندانیان بسیار سنگین، 18 سال و 20 سال زندانی میدن به کسانی که مسئله حجاب دارن یا فعال کارگری هستند. و در اونجا من در سخنرانی هم اضافه کردم، افزون بر این که ما از زندانیان سیاسی دفاع می‌کنیم، ما موظف هستیم از زندانیان عادی که در واقع قربانیان نظام هستند نیز حمایت کنیم. زندانیان عادی در شرایطی بسیار بسیار غیر انسانی مشغول گذران زندان هستند. تجاوز در زندان ها فوق العاده زیاده، کشتن خیلی زیاده، از بزرگشانی در زیر شلاق میکشن و صداش هم مطلقا در نمیاد و بعد اعتیاد هم به همینجور فوق العاده زیاد هست. و مسئله چهارمی هم که بود حمایت از به اصطلاح بیانیه 14 نفر بود که خوشبختانه شهر هامبورگ در این زمینه فوق العاده در تلاش هست و ما مرتب به هر حال جلساتی رو در این باب میذاریم و حمایت میکنیم و امضا جمع میکنیم از این بیانیه 14 نفری. دیگه از حضور شما مسئله که خواستم خدمت دوستان عرض کنم، مسئله ای هست که میدونیم الان نزدیک 5 روز هست که در کشور عراق تظاهراتی برپا شده، نه تنها در شهر بغداد، در تمام شهرها به ویژه شهرهای شیعه نشین این تظاهرات همچنان ادامه داره و تا به حال 100 نفر هم کشته شده. اگر این تظاهرات به پایان برسه و در نطفه خفه بشه، چنان که میبینیم که روز به روز کشتارها داره بیشتر میشه و اگرم به جامعه ایران سرایت نکنه، اما نشانگر یک مسئله ای هست، اون مسئله این هست که نشانگر این هست که جوانان و مردم کشورهای خاورمیانه به عصیان رسیدند. از این همه بیداد، از این همه تبعیض، از حکومت‌هایی که به نام اسلام غارت می‌کنن و کشتار می‌کنن. من مطمئنم که در آینده بسیار بسیار نزدیکی این موج برخواهد خاست و این خروش مردم خاورمیانه برخواهد خاست و تومار بیدادگران را در هم خواهد پیچید. ما به امید اون روز هستیم. اگر پرسشی هست من در خدمتتان هستم آقای بدی. سپاسگزار از شما آقای بلدی عزیزم، ازتون واقعا ممنونم که همچنان حضور دارید، حضور پرثمر دارید در مبارزات
واقعا حقوق بشری، مبارزات مدنی، و الان از این فرصت من استفاده میکنم و از این بخش دومی که آقای بلدی عزیزم گفتند استفاده میکنم و این نکته رو با بینندگان، با کسانی که ما رو میبینند و میشنوند در میان میگذارم. دوستان عزیزم، جهان وارد مرحله نوینی شده و اون شرکت میلیونی مردم برای حقوقی است که برای سالها از اونها گرفته شده بود. یعنی ما در دوری که داریم زندگی میکنیم از یک طرف شاهد بحرانها، گرسنگی، فقر، بدبختی، جنگ در همه جا هستیم، از یک طرف دیگه شاهد مبارزات مردم، فرق نمیکنه چه کشورهای پیشرفته دموکراتیک اروپایی، آمریکا، کانادا و غیره، ژاپن و غیره هستیم، برای حقوق اولیه. یک تفاوتی که الان وجود داره با دوران گذشته، با دورانی که دوران نوجوانی و جوانی ما بود که آقای بلدی حتما توی زمینه رویکرد خودشون هم خواهد داشت، این هست که در حال حاضر عامل مردم در تمام دنیا خودشو داره نشون میده. در گذشته مبارزه برای زندگی بهتر در واقع به نوعی در نمیشود گفت در انحصار، ولی به اصطلاح روشن فکران جامعه، هنرمندان جامعه و مبارزین بود که اقلیتی بودند. اما فقط ایران رو نگاه کنید، الان دیگه میلیون ها نفر نسبت به سال 1357 در نظر بگیرید، میلیون ها نفر در مقابل نظام ایستادن و حقوقی رو میخوان که در گذشته یا به اصطلاح میسپردن به دولت، دولت باید این کارو بکنه. و اما الان مثلا کارگران هفت تپه یا جنبشی که در دیماه هفتم دیماه 96 صورت گرفت، از مشهد آغاز شد و به ده ها و نزدیک 100 شهر رفت، جنبش توده‌ای بود. این جنبشی بود که برای در واقع حقوق اولیه آغاز شد و با کمک به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی گسترش پیدا کرد. شباهت بسیار زیاد بهار عربی و در این آخر حرکتی که در عراق صورت گرفته و به ویژه از طرف شیعیان هست، شیعیان میدونید که در عراق در اکثریت نیستند و در دولت، در حکومت سابق، حکومت صدام حسین، حزب بعث، در واقع اینا از حقوق پایین‌تری بهره‌مند بودند. همچنین کردها در عراق که اقلیت عظیمی هستند. اما الان به علت این که در واقع امر تغییر حکومت با قدرت خارجی در عراق صورت گرفت، درسته که مثلا کردهای عراق انسانهایی که در کردستان عراق زندگی میکنند و به اصطلاح موفق شدند نسبت به دوره سابق حقوقی رو به دست بیارن که در گذشته نداشتن، و همچنین شیعیان، ولی یک چیز هم نشون داد و اون این که امر استقلال، امر آزادی با هم ارتباط ناگسستنی داره. یعنی این الان شیعیان عراق هستند که سرمایه گذاری دولت حکومت ایران رو دارن پس میزنن و خواهان خروج و عدم دخالت نه فقط ایران بلکه آمریکا از کشور خودشون هستن. این همون چیزی است که ما در گذار روش پا میفشوریم. دوستان عزیزم، یاران گرامی، حرکتهایی که در اخیر صورت گرفته مورد حمایت کامل ماست. ما نقدها رو بیان میکنیم در یه گفتمان، و این که حرکت شورای مدیریت گذار حرکتی است مثبت در جهت انسجام هواداران و باورمندان گذار به دموکراسی، و ما بایستی این حرکت رو حمایت بکنیم، کوشش کنیم در جهت اتحاد سراسری تر، اتحاد بزرگتر
برای استقرار دموکراسی، نه فقط برای گذار از این نظام. بنابراین هر گونه به اصطلاح سلب این حرکت ها و نفی این حرکت ها نمیتواند کمک به استقرار آزادی و گفتمان دموکراسی در ایران انجام بدهد. آقای بلدی عزیزم، شما که در اروپا هستید و حتما در این نشست ها حضور داشتید، خواهش میکنم یک شمه ای از این بیان بکنید و بعد نظر خودتون رو در رابطه با این پدیده و پدیده گسترش گذار بیان بکنید. بفرمایید، خواهش میکنم. بله، همینطوری که شما فرمودین، ما وظیفه‌مندیم از هر حرکتی که در راستای دموکراسی باشه، در راستای گذار باشه، ما باید حمایت کنیم، از جمله از شورای مدیریت شورای گذار. توجه فرمودین، ما ضمن این که انتقادایی هم مسلما بر این جریان داریم، بر مصوباتش و بعضی دیدگاهاش، از جمله این دیدگاهی که من باش موافق نیستم، مسئله آموزش به زبان مادری هست. خوشبختانه من حدود 4-5 ماه پیش مطلبی در این زمینه نوشتم و در اونجا با دلایلی نشان دادم که آموزش به زبان مادری نه عملی هست و نه مفید است. ضمن این که با آموزش زبان مادری کاملا موافق هستم، اما آموزش به زبان مادری مشکلات بسیار بسیار عدیده‌ای داره و متأسفانه پیامدهای ناگواری هم برای جامعه ما خواهد داشت. اما اون نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت هست در این نشست، برخورد بعضی از منتقدین بود با این جریان. متأسفانه ما هنوز بعد از سالها هنوز فرق بین حتاکی و نقادی رو درک نکردیم. بعضی از آقایانی که در این جلسات مشروط خواهان حضور داشتند، با کلماتی بسیار سخیف، ضمن اینی که این آقایان استاد دانشگاه هستند، دارای تحصیلات عالیه هستند، اقتصاددان هستند، جامعه شناس هستند، ولی با عباراتی یاد میکردن از به اصطلاح دیدگاه های این حرکت که واقعا بسیار بسیار مایه تأسف است. این دوستان این حق دارن که انتقاد بکنن، ولی این جملات توهین آمیز و جملات بسیار بسیار سخیفی که به کار می بردن شایسته یک نزاع، یک به اصطلاح جریان سیاسی یا یک فرد سیاسی نیست. هر کنشگری مسلما این حق داره که انتقاد بکنه از جریان سیاسی، از یک فرد سیاسی یا از بعضی از به اصطلاح دیدگاه های اون حرکات. اما متاسفانه ما در اینجا دیدیم که هنوز ما داره اون بلوغ فکری نیستیم که بتوانیم به اصطلاح منطقی و صادقانه انتقاد کنیم از این هر جریانی که باب میل ما نیست و ما بر اون انتقاد داریم. متاسفانه در این جریان این اتفاق افتاد. امیدواریم که به هر حال در آینده شاهد این قضایا نباشیم و امیدواریم این شورا هم موفق باشن و ما موظفیم، وظیفه‌مندیم که حمایت کنیم و نگذاریم به هر حال این مسئله به خاموشی گراییده بشه. ما با حرکت خودمون باید این هر همواره فعال نگه داریم و حمایت کنیم و پشتیبانی کنیم. سپاسگزارم. اگر پرسشی هست من در خدمتم. آقای بلدی عزیزم، با سپاس از شما، اگه ممکنه صحبت پایانی که اگه در این زمینه دارید بفرمایید. بله، من فقط خدمت دوستان عرض کنم، به هر حال هر حرکتی که در راستای گذار از جمهوری اسلامی باشه و خواهان دموکراسی باشه و آینده بهتری برای جامعه ما باشه، ما باید حمایت کنیم. واقعیت اینه که خارج از کشور متاسفانه آنچنان که باید و شاید در خدمت داخل از مبارزات داخل از کشور نیست و ما تعداد اندکی هستیم، تعداد کمی هستیم، ولی با همین تعداد کم باید فریاد رسای مردم داخل کشورمان را برسانیم به گوش جهانیان و حمایت کنیم از این دوستان عزیزمان و از این مبارزین راه آزادی، به ویژه از زندانیان، به ویژه از مبارزات زنان. سپاسگزارم. سپاسگزار از شما آقای بلدی عزیزم. و البته ما اندک هستیم، ولی اندک منسجم شاید منظورتون بود، وگرنه تعداد کسانی که در برون و درون کشور خواهان گذار از حاکمیت استبدادی به دموکراسی هستند بیشمارند. ما فقط به سامان نیستیم و کوشش گذار
گذار به دموکراسی در واقع در جهت بسامان کردن این حرکت است. مجددا من از شما تشکر می کنم و امیدوارم در برنامه های آینده هم از حضورتون بهره مند بشیم.